السلام علیکم بینندگان عزیز، مخلصان شبکه استوی صدا و سیمای سمرقند. برنامه نوبتی چهره های شناخته را پیشکش شما می سازیم. صیقل روی زمین سمرقند باستانی همچون گهواره تمدن چندین نفر شخصیت های مشهور را به جهانیان رسانیده داده است. قهرمان برنامه امروزی ما یکی از چنین انسان های ورزیده، هیکلتراشی با مهارت، مصور صاحب استعداد، ارباب خدمت نشان داده صنعت ازبکستان دمیر روزیبایف می باشد. روزیبایف دمیر سالی جانویچ 16 اپریل سال 1939 در سمرقند در آیله سالح جان و صبحیه دیده به دنیا کشاده است. من اصلا سمرقندی، سمرقند با بچگیم گذشتگی، پسترگوم کوچه بود، حاضر خواجه عبدالعزیز کتک کوچه وی پیش رگستون با نزدیک. اصلا بی اون که در نزدی حولیمون استخانه رسامی موجود بود و با اونجا رسامون و مصویران زیاد آمد و رفت میکردند، من هر زمان با اونجا میدر آمدم، با کاری رسامون توجه ظاهر میکردم، رسم ها کشیده میبردم و آنها مرا تعریف کرده هر زمان رغبتمند می نمودند. این بود که در دلم نسبت این صنعت نازک اولین غنچه ها سبزید، می گوید قهرمان لوحه‌مان. هرچند که حیات من بعده دمیر روزیبایف دور از سمرقند دوام یافت، اما آن نقش و نگارهای ملی و معماری سمرقند که پشتاق و منارهای ریگستان و دیگر آبیده های معماری سمرقند را آرا داده اند در اثرهایش تجسم گردیدند. بچگی من بوم با سانه بوم ریگستان با منار بایم برام دگی او وقتا برام دم شدن. از برای من چما این گپای گپ زیسیم؟ چونکه همون نقش ریگستان نقش است، شاخ زنده نقش است، بی بی خانیم همون چطوی هم ماندگی ده درون با حاضر صنعت ما بس این چیزا با بروم ایساس. من خودم حیران من. دمیر روزیبایف سال 1954 به آموزشگاه رسامی به نام بنگفی شهری تاشکند داخل شده، آن را سال 1959 با موفقیت ختم نموده است و با رهنمایی و دلسوزی استادانش رسامان مشهور پاول پتروویچ مرتاکف و والری الکساندروویچ نازوکی‌ها و سیر و اسرار این صنعت را آموخته است. او تا سال 1961 در فوند بدیعی ازبکستان همچون کلال فعالیت رانده است. سپس تا سال 1965 در دانشکده صنعت شناسی ازبکستان ادای وظیفه نموده است. مهنت دوستی، صمیمیت و دانش بلند صنعت شناسی اش برای مدت دایرکتور موزه دولتی صنعت ازبکستان گردیدن قهرمان لوحه‌مان سبب شد. در برابر این همه او خیلی شخصی خاکسار و صمیمی و مهربان است. میگوید خواهرخوانده اش ساکن شهر سمرقند شاعره حکیموا. فیضل بابا ما 4 تا فرزند بودگی، 3 دختر و 1 پسر. 3 دخترشون یک دیش و توش بی بی خاله، عمری خاله اونیم. سپیه خاله دمیره که ما مادرشون بعد که اونم وفات کردن، مادرم وفات کردن، سپیه خاله اموهم همه وقت با خبر بودن، خبرگیران بودن، اومده خبر میگفتن، ما همه وقت پرسیده میستودن، اومده دیده میرفتن، ما هم میرفتیم خونی و یا با میگشتیم، جدویم با مهر عقوبت بودیم یک دیگری با تو حالی هم تو دمیرکم جوانیشون فقط من کتاب باشم بایم نایستگی بوزی کده بوز برک پرونده گشتنه جدویم نغز میدیدگی دمیرکم جدویم با مهر عقوبت خیش تاوروی رفت خبر میکیرن اون کس کلوم پیسن نیستندو جدویم عادی خوکسور با مهر عقوبت. باعث خرسندی و سرفرازی است که امروزها دمیر روزیبایف را نه تنها در ازبکستان، حتی بیرون از آن نیز مخلصان صنعت هیکلتراشی و رسامی میشناسند و اعتراف مینمایند. این است که هر زمان با درخواستی هواداران صنعت این هیکلتراش رسامی مشهور نمایش شخصی اثرهایش را تشکیل میکند. از جمله به نزدیکی در خانه فوتوسورت های تاشکند نزدی اکادمی بدیعی ازبکستان نمایش نوبتی اثرهای دمیر روزیبایف دایر کردید. به قول من استاد دمیر یک
صنعتکار بزرگ. این یک استعداد خداداد به عربی یک کلمه است، قل من دل، یعنی سخن با او دلیل باشد. من گفتم که استاد دلیلش انا اثرهای استاد. من امید میکنم که، تمنا میکنم که این با دوام شود، این ازبکستان آبرویش دنیا با میبرارد. میدونید می همچه خارجی ها آمده لال شده گشتین. من امین من که آواز این نمایش به دنیا میرسد. فرزند فرزانه سمرقند دمیر روزیبایف که احساس بلند وطن دوستی و میهن پروری دارد، نگاه نکرده به آن که امکانیت در اکادمی رسامی لینینگراد تحصیل گرفتن را داشت، از این پیشنهاد دست کشیده به این وسیله خواست تا اینکه در ژانر گرافیکا و هیکل تراشی رویه ملی و شرقانه خاص خود را دریابد و به وطن پدریش مرغلان رفته در جستجویهای آرکیالوژی اشتراک نمود و محض در مرغلان شفته آهنگهای ملی ممتاز شد و من بعد در اثرهای آفریده اش در کدام ژانری که نباشد، خواه رسامی خواه هیکل تراشی، آهنگ های زندگی را نیز تجسم میکرد. این صنعت را دیده البته که میفهمیم که این صنعت خیلی بزرگ است. همه که اثر خود یک دیگرش از دیگرش بهتر است. چهارمینار اسکیس خیلی خوب برامدگی، خیلی زیباست. شاید که از اون اسکیس هنه که کاری مانومنتال شود بعد از اون که. امروز بنا این کار خواهی دیده باز یک بار آفرین تصنع گفتنیم هستیم. در ایجادیات هیکلتراش دمیر روزیبایف پرتریت بزرگان موقعی خاص دارد. مجسمه نواهای نوایی را میتوان به این مثال آورد. وقتی که این کس چیز می نویسن دایم موسیقی، بی موسیقی کار نمی کنن. مثلا یک مجموعه است که نامش نواهای نوالر، یعنی نواهای نوایی. اونجا به مامور جان ازاقم هم هست، مناجات یولچی هم هست، با چند جاز موسیقی چی هست؟ چند کس پرسیدم که ما محلیه شدیم. علم مقصدش حقیقت باشد، صنعت مقصدش همین که انسان با تأثیر کده خودش با جلب میکنه. مجسمه مرغی هما که رمزی دولت و بخت است در آفریده های هیکل تراش سهمی به خود خاص دارد. او در باره آفرینش این اثرش چنین میگوید: مرغ هما که مرغ افسانوی است تا به نزدیک درباره آن تصورات پره نبود، اما وقتی که وی در گربی دولتی وطنمان جای گرفت بسیاری ها حرکت کردند تا اینکه درباره آن اثرها آفرند، از جمله من هم. آره، این اثر موصوف خیلی شهرت یار گردید و حتی مقوای کتابی را که به حیات و فعالیت دمیر روزیبایف بخشیده شده است و در مسکو نشر گردیده است همین اثر آرام می‌دهد. اینچنین در نزدی قبری مادری هیکلتراش سبحیه فیض‌اللهیه که در قبرستان خواجه غلامی شهری سمرقند جایگیر است، نیز هیکلچه پرنده گذاشته شده است. اکا جانم این کس جدویم پرنده های نغزم بینند دست می دارند. برای همین قبری اونا جانم با کبوتری سفیده بولی قبرشان با موندگی. آنهایی که با نمایش شخصی اثرهای دمیر روزیبایف آمده بودند، آفریده های او را با یک جهان احساسات نجیب زیبایی پرستی و حیات دوستی تماشا می کردند. صنعت را با یک سخن و با یک گپ فهمانده داده نمی شود. صنعت را بسیار دوست می دارم و بار اول صنعت مسافری را و در این درگاه بار اول می بینم. خیلی خوشبختم. همه اثرها به خود جاذبه بلند دارند و خیلی ممنونم که من شناسای این انسانی زبردست شدم. این اسکیس هایی که مصوری ما با مهارت کشیدن به من معقول شد. صورت زن، زنی که در دست پخته دارد، یعنی اون من را بسیار هم جلب کرد که خلق ما، زنهای ما مهنت کشند. دمیر روزیبایف که انسانی مهربان است، کودکان را نیز خیلی دوست می‌دارد. این است که مدام به استخانه کاری او کودکان و نورسان تشریف می‌آورند.
هیکلتراش باشد، برای آموزش آنها تمام شرایط ها را فراهم می آورد و می گوید که کودکان و نورسان نه این که آینده ما، بلکه هر یک دقیقه، هر یک ساعت امروزه ما هستند. از خورده به همین گونه صنعت ها ذوق زیاده دارن. در بسیارتر موزه ها همش در ژانرهای منظره، جنگ، جاهای تاریخی بود، اما من ندیدم که در ژانر گرافیک هم یک معنای زیاده بوده است. ایجاد دمیرزبایف شده گذشته ساده است. صورت های این را تماشا کردیم، خیلی معنای زیاده دارد. غیر از این رسم ها باز در شکل های هیکل کشیده شده است. می خواهم که در همه گونه مکتب ها غیر از درس ها باز همین گونه محفل ها تشکیل کنند، در همه ژانرهای صنعت علم های خود را، دانش های خود را به جوانان یاد رس کنند. دمیر روزیبایف امروز ها در احاطه یار و دوستان و پیوندانش در تاشکند شهر 82 سالگی زادروزش را تجلیل می کند. اکا جان، من شما رو با روزی زادروزتون، روزی تولدتون تبریک و مبارک باد می نمویم. با شما صحت، سلامتی، عمری دراز، رزق فراغ می طلبم. الوه و سرکی مهم با سایبان تکیه گوه شده گردید. ما نیز از فرصت استفاده برده، هیکلتراش نامی، مصور ورزیده، ارباب خدمت نشان داده صنعت ازبکستان، فرزندی برومند سمرقند دمیر سالیجانویچ روزیبایف را از نام دوستان و نزدیکان با دریافت سینی مبارک تبریک میگویم. برایش برکات عمر و تن صحتی را تمنا داریم. بینندگان عزیز، این بود برنامه نوبتی چهره های شناخته که به حیات و فعالیت باز یک نفر فرزندی برومند سمرقند دمیر روزیبایف بخشیده شده بود. برای آماده نمودن این برنامه با ما دوست نزدیک قهرمان برنامه مان محی الدین محمودوف و گروه ایجادی تل رادیو کمپانی ملی ازبکستان با راهبری سخندان ورزیده شرافت ارمتوا یارمندی نمودند که ما از نام گروه ایجادی شبکه استو صدا و سیمای سمرقند با آنها منتداری خود را بیان می سازیم. تا بازدید در برنامه های آینده، شاد و فیروز باشد. خیر.